با درود فراوان خدمت شما دوستان عزیز و خدمت ساریک عزیز امیدوارم که دوستان در هر کجا که هستید از سلامت کامل برخوردار بوده و فرصتی داشته باشید تا امروز هم پای صحبت ساریک عزیز و من بنشینید و امیدوارم که در این دقایق خداوند قلب ما رو ملاقات کنه تا از او بیاموزیم تا در خانه هامون چطور با هم رفتار کنیم با عزیزانمون تا بتونیم که این قایق کوچک رو در این دریای پرتلاتوم <تصفح> <تصفح> به سلامت <تصفح> به, سلامت به ساحل برسونیم حتما <تصفح> <تصفح> دوستان امروز میخوایم راجع به نوجوانان صحبت کنیم و انتخاب نوجوانان عزیزمون در زندگی که چطور باید باشه و همینطور اینکه خود این نوجوانان عزیز دستخوش چه بحرانهایی هستند در زندگیشون این مدت زمانی که از کودکی به بزرگسالی دارن این عزیزان منتقل میشن و بحران هایی مثل اصلا خصوصیات شخصیتی مثل همین عوض شدن صداشون مثل عوض شدن ظاهرشون که خیلی روشون تاثیر میذاره و همینطور چیزهایی مثل از قبیل قومی نژادی که باعث این میشه که در جوامع بزرگتر خودشون یه مقدار خجالتی تر میشن خودشون رو حقیر میبینن چیزهایی مثل نمرات خوب ظاهر مختلف باعث میشه که خودشون رو کوچیک ببینن یا نمرات بد باعث میشه خودشون رو کوچیک ببینن و اینا چیزهایی که در این جریان به بلوغ رسیدن و بزرگسار شدن روی عزیزان ما تاثیر میذاره و ما والدین بیشترین نقش رو میتونیم در زندگی این نوجوانان عزیز داشته باشیم چون واقعا دوره مشکلی هست واقعا بحران و تلاطم خیلی زیاد هست درش و بیشتر از هر چیزی به احتیاج دارن به توجه و مراقبت ما یعنی نوجوان باید بدونه که ما داریم میبینیمش ازش غافل نیستیم دوستش داریم حتی با وجود این تغییر و تحولایی که از نظر فیزیکی پیدا میکنه شاید گاهی وقتا فکر کنه که قیافش زیاد جالب نیست ولی باید بدونن که به هر حال من مادر دوستش دارم پدر دوستش داره و ازش توجه میکنه و دورانی هست که میگن چقدر خوبه که مخصوصا مادرها از پسراشون تعریف کنن بگن چقدر بزرگ شدی چه هیکل قشنگی داری به به چه موهای زیبایی و همش ازش تعریف تمجید کنیم و همینطور پدرها چقدر قشنگه که از دختراشون تعریف کنن وقت و بیوقت وقت در آغوش بکشن و بگن که چقدر بزرگ شدی خانم شدی برای خودت به وجودت افتخار میکنم و اگه این توجه ها، این مراقبت ها آرمینه جان از طرف ما به عنوان والدین بشه به بچه های نوجوان دیگه کمتر میرن دنبال اشخاص دیگه ای که بهشون توجه شاید. کنن مم. یعنی نوجوانانی که از سنین پایین 13-14 سالگی میرن به طرف جنس مخالف مخصوصا دوست دختر دوست پسر کسانی هستن که در خانه از کمبود محبت برخوردار نیستن و دنبال کسی هستن که ازشون یکم تعریف و تمجید بکنه مم. اگه من مادر و شما پدر اون تعریف و تمجید رو بکنیم از نوجوانمون هرگز تشنه صحبت های دیگران نخواهد شد درسته یعنی اون خلا رو ما باید پر کنیم اجازه ندیم که در خارج از خونه اشخاص ناباب خلا عزیزان ما رو پر کنن جدنید. و خوبه که خودمون به یاد بیاریم نوجوانی خودمون همه ما از اون دوران گذشتیم چه احساسی داشتیم ترس هامون چی بود به چه چیزهایی علاقه داشتیم و نصیحت رو کم کنیم چون درسته که خوبه و به ولی یه زمانی هست که کار نمیکنه. اصلا هیچ که دوست نداره نصیحت بشه <applause> شما دوست داری؟ <applause> به عنوان نصیحت نه ولی اگه در قالب صحبت دوستانه باشه بیشتر درسته. دوست داره چه بسا به ف... فرزندانمون که فکر میکنن حالا ما اصلا درکشون هم نمی کنیم تازه نصیحتشون هم میکنیم پس بهتره که خودمون دوران خودمون رو به یاد بیاریم و بیشتر به عنوان یک دوست در کنارشون باشیم کلا این دوران خیلی مشکل هست چون که با خودش خیلی مسائل رو به همراه داره ام. مثلا بچه از دوره ابتدایی یه دفعه وارد دوران راهنمایی میشن. یک معلم تبدیل میشه به چندین معلم حجم درس ها زیاد میشه فشار مدرسه زیاد میشه افت تحصیلی چقدر زیاده من خودم یادمه که در دوران راهنمایی <تصفح> <تصفح> یه دفعه افت کردم نمراتم اومد پایین چون که اصلا گیج شده بودم چند تا معلم داریم برا خود <تصفح> اینا همه باعث گیجی من شده بود و کلا پرخوری کمخوری گاهی وقتا نه نوجوان انقدر درگیر بحران میشه که دوست داره هی بخوره چاق میشه از خودش بدش میاد یا برعکس بعضی اصلا روزه میگیرن هیچی نمیخورن همش فکر چاقن چاقن و چقدر باید تو مدل باشن و اینا و اینجاست که من، مای والدین به عنوان والدین باید چقدر مواظب باشیم هوشیار باشیم که ببینیم در دور در درونشون چی میگذره و مهمتر از همه این که نوجوانی دوران انتخاب های غلط هست و ما باید به عنوان والدین کمکشون کنیم که خودشون انتخاب کنن اما در کنارشون باشیم و ببینیم که چه انتخابایی میکنن که به موقع بهشون هشدار بدیم حکیمانه باید عمل کنیم نه اینکه به صورت نصیحت بار. درسته در این انتخابات اگه حکیمانه عمل کنیم حتما کمکشون خواهیم کرد که انتخاب درست بکنن چون دوستانی رو که در دوران بلوغ این بچه ها انتخاب میکنن اکثرا دوستایی هستن که تمام عمر باهاشون میمونن و خیلی مهمه که بدونن که این دوستان چه کسانی هستن چون میتونن تاثیرات خیلی مخرب و منفی یا تاثیرات سازنده و مثبت روی بچه های ما بذارن پس خیلی هوشیار باید باشیم که چه نوع دوستایی رو انتخاب میکنم و بهترین دوستشون رو همیشه ما باید زیر گوششون زمزمه کنیم که خداونده و از کلام بیاموزن در خود کلام میگه که خود در مزمون میگه کلام تو چراغ راهنمای منه پس به بچه همون بگیم که در تاریک ترین نقطه زندگیتون میتونه کلام خداوند نور باشه و راهنما باشه و بتونن در این انتخاب خودشون هم این آگاهی رو داشته باشن که این انتخاب برای ادامه زندگیشون چقدر مهمه و چه تاثیراتی داره درسته و کلا یه نوجوان باید یاد بگیره و بدونه که مهمترین چیز در زندگیش در اون دوران اینه که تصمیمات درست و عاقلانه بگیره نه اینکه عجولانه یه فکری به سرش خطور کنه و یه تصمیم غلط بگیره چرا چرا مهم تصمیم درست گرفتن آرمین جان برای اینکه عواقبش و نتایجش تا آخر عمر با شخص خواهد ماند مثلا اگر نوجوانی در سن 13 14 سالگی عاشق بشه اونم با به یک کسی که اصلا واجد شرایط نیست بزرگتر از خودش یا مثلا از نظر عاطفی مشکل دار باشه اینا شاید در آینده حتما ازدواج بکنه با این شخص ولی عواقب بدی در انتظارش باشه و همیشه پشیمون بشه که چرا در سنینی که هنوز کاملا بالغ نشده بود انتخاب غلطی انجام داد و بعضیا مثلا انتخابات غلطش رو اینطور انجام میدن که مثلا میدونن که با چه سرعتی باید رانندگی کنن ولی میگن حالا چون پلیس این دورو بر من نیست من راحت میتونم با سرعت بالا برم و از چرا قرمز عبور کردم فلان روز و چقدر افتخار میکنن در حالی که این یک انتخابه که آیا سیف رانندگی بکنن یا نکنن اگه انتخاب کنن که هر دفعه اینطور بگیم چیچی بازی پلیس بازی در بیارن و اینطور تصمیمات غلط بگیرن شاید عواقب خطرناکش که تصادف باشه یا ملولیت مرگ از دست دادن عضو اینا گریبان گیرشون بشه اینطور نیست که همیشه شانس بیارن تصمیم غلط عواقب غلطی رو هم به دنبال خواهد داشت درسته اونو باید حتما بدونن و اینکه بعد بهشون کمک کنیم این آگاهی رو داشته باشن که در این تلاطم بحران بلوغ اینا میتونن توی یک وسوسه هایی بیافتن که مجبورم با این وسوسه ها مبارزه کنن که چقدر مشکله البته خود وسوسه نمیتونه به خودی خود بد باشه ولی در اون وسوسه موندن و با اون وسوسه چه کار میکنم کنار اومدن, کنار اومدن. اون عکس عمل ما با وسوسه و در اون وسوسه موندن هستش که بده و میتونه خیلی خطرناک باشه و میتونه این وسوسه‌ها ها که مثل وسوسه پول، وسوسه مقام، وسوسه جنس مخالف چیزایی که توی زندگی بچه های ما میاد و خطرناکه اگه ندونن که با این مسائل چجوری باید کنار بیان یا مبارزه کنن یا بتونن که زندگیشون رو پیش ببرن و این وسوسه‌ها ها میتونه خیلی نتایج همیشگی و جاودانه توی زندگیشون بذاره واقعا همینطوره و اینجاست که آدم چقدر احساس خطر بیکنه که یه تصمیم کوچیک میتونه چه عواقب وحشتناکی رو در آینده دور درسته. تا آخر عمر با خودش همراه داشته باشه و اینجاست که نوجوان باید بدونه که وقتی که میخواد انتخابی بکنه یه استاندارد یک معیاری باید داشته باشه و چه معیاری بهتر از کلام خدا که بهترین استاندارد ماست که ارزش ها رو به ما نشون میده این مزمور 119 رو من خیلی دوست دارم طولانی ترین مزمور هست که در مورد کلام خدا صحبت شده در آیه 9 میگه که به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک میسازد به نگاه داشتن موافق احکام تو یعنی توسط خواندن کلام و حفظ احکام خدا یک شخص جوان یک شخص نوجوان میتونه راه های خودش رو پاک نگه داره و تصمیمات درست بگیره و در ادامه میگه که به تمامی دل تو را طلبیدم مگذار که از عوامر تو گمراه شوم اگر نوجوان با تمام دل بره به طرف کلام خدا اونجاست که پشیمان نخواهد شد گمراه نخواهد شد و دوباره در ادامه میگه کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم وقتی که کلام رو حفظ میکنیم در دل خودمون اونو میکاریم مخفی میکنیم اونجاست که به خداوند گناه نمیورزیم و تصمیمات درست رو در زندگیمون میگیریم و به نوجوان یاد بدیم که ارزش های کلام خدا همیشگی و جاودانی هستن و هرگز تغییر نمی کنن واقعا خدا رو شکر به خاطر این راهنمایی که ما داریم اگر نه تو این دنیای گیج و ماویج اگر که ما این راهنمای زنده رو نداشتیم چطور باید با فرزندانمون کنار می اومدیم چطور باید راهنما می شدیم برای نوجوانانمون چون اصر الان از کلا یک اصر متفاوتیه با گذشته ما یا نسل قبل خیلی فرق داره و به خاطر همین هم هستش که بعضی وقتها برای نوجوانان ما اون ارزش هایی که برای ما ارزش داشت کمرنگ میشه و برای این ارزش ها اصلا ارزشی قائل نیستن نوجوانان ما و اون موقع است که کار ما والدین رو سختتر میکنن مشکلتر سخت میکنن می ش... می و اینجا خب ترس ها به سراغ ما میاد و اگه نتونیم که با صبر و شکیبایی و با محبت در کنارشون باشیم موقع است که اونا دست میزنن به روابط رو، به کارهای رو، به مواد مخدر و واقعا خشونت ها و واقعا میتونه بحران های بزرگتری سن بلوغ این فرزندانمون وارد زندگی بکنه اگر که ما آگاهی کامل نداشته باشیم جدن, چقدر خطرناک دوباره میپردازم به مزمور 119 که میگه خوشا به حالی که کسانی که شهادات او را حفظ میکنند و به تمامی دل او را میطلبند و کجروی نیز نمیکنند خوشا به حال مخصوصا نوجوانی که این چیزها رو رایت میکنه منحرف نمیشه از کلام خدا عوامرش رو حفظ میکنه تا وارد اون چیزهای خطرناکی که شما گفتین نشه مم. و در ادامه کاش که راه های من میگه مستحکم میبود اینو داوود پادشاه میگه کاش که راه های من مستحکم میبود تا فرامین تو را حفظ کنم هممون به یک مقطع زمانی میرسیم که افسوس میخوریم از تصمیمات غلطی که انجام دادیم در زندگی و اونجاست که میگیم ای کاش ای کاش راه های من مستحکمتر بود یکم محکمتر به خداوند میچسبیدم و فرامین او رو حفظ میکردم تا دچار این عواقب وحشتناکی که الان دارم نشده باشم نمیشدم و اینجاست که نتیجه اطاعت از کلام خدا چی آرمین جان شخص خجل میشه آیا؟ نه حتما سر بلند میشه اگر از کلام خدا اطاعت کنیم دلمون مستحکم میشه و راهامون مستحکم و خجل نخواهیم شد بلکه سرفراز و سر خواهیم شد دلسته. و ای کاش الان در جمع بینندگان ما این عزیزان هم بودن نوجوانان عزیز و پای های ما ای کاش هستن ادهی که نشستن و اگر هستید از شما عزیزان خواهش میکنم دوستان نوجوان خوب خوبه که والدینتون رو احترام کنید این احترام کردن به این معنی نیست که هر موقع هر چی میگن شما باید بگین درسته بله اگرچه حتی نصایح اونها به نظر درست نیست حتما باید که بگید صد درصد قبول میکنم احترام یک انتخابه و خوبه که این انتخاب رو بکنید احترام هم جزی از احکام خداونده اگر قرار احکام خداوند رو اطاعت کنید و سرافراز بشید و سر بلند یکی از اینها هم احترامه که به نصایح والدینتون گوش کنین احترام بذارید و بسنجید گفته های والدینتون رو چون مطمئن باشید که والدین شما شما رو دوست دارن و بهترین ها رو برای شما میخوان پس خوبه که یه مقدار با حوصله تر در کنارشون باشید و استفاده ببرید از گفته هاشون و از تجربیاتشون درسته و خوب ما والدین یکم به خودمون بیایم و با انتقادهای های بی جا، با رفتارهای غیر حکیمانه با بی محبتی گاهی وقتا شاید یا با غفلت یک حرکاتی نکنیم که نوجوان ما اون بی احترامی رو نسبت به ما بکنه و کلا درشون عدم اطمینان رو به وجود بیاریم و حساسیت های اونا رو بیشتر کنیم گاهی وقتا نوجوان روی چیزهای پوچ حساس هست ما عوض اینکه با حکمت کم کنیم این حساسیت ها و کشمکش ها رو با بی حکمتی اونا رو زیادتر می کنیم و ناخداگاه اگر نوجوان ما در صدد انتخابی هست در صدد یک تصمیم مهم است در زندگیش احتمالا تصمیم درستی نخواهد گرفت مخصوصا به پدرها توصیه شده که ای پدران چیکار نکنید فرزندان خودتون رو به خشم نیارید چون اگه اینطور کنید مبادا میگه دل شکسته بشن و اونجاست که هر لحظه با خطراتی که شما فرمودین با اونو مواجه میشن با روابط غلط با دیگه چی خشونت خوشونت و خیلی مباده مخده. مباده مخده. فرار از خونه و به جامعه بیرون چقدر از خونه درسته و یه چیز مهم دیگه که میخوام به نوجوانان عزیز یادآوری کنم اینه که فکر نکنید که والدین شما آدم های کامل و بی نخص و عیبی هستن میتونن بخشی از والدین هنوز در اون تلاطم بحران های سنین نوجوانی خودشون دارن دست و پنجه نرم کنن ولی در کل هرچه که هست اونها عاشق شما هستن ما والدین بهترین هامون رو میخوایم که برای شما عزیزان انجام بدیم پدر و مادر شما عاشق شما هستند و نمیخوان که در این بحران نوجوانی یا بلوغ کاری کنید مبادا که در آینده شما تاثیر بد بذاره و دلتون بشکنه و میخوان که هر از هر چی که میگذرید باعث ساختار و بنای آینده خوب و زیبای شما باشه و در آخر میخوام با یک داستان تمام کنم دوستی میگفت که من از والدینم در دوران نوجوانی اصلا متنفر بودم از نصایحشون اصلا همه چیزشون منو اذیت میکرد فکر میکردم که مرتب تحت کنترل هستم و صحبت به نظرم خیلی پوچ و بیمعنی می تا اینکه منم بزرگ شدم ازدواج کردم و وقتی یه نگاهی به پشت سر انداختم به گذشته احساس ندامت و پشیمانی کردم که ای کاش بیشتر میتونستم احترام کنم خون پدر و مادرم رو و میگه تصمیم گرفتم که در سالگرد ازدواجشون با یک سخنرانی خیلی کوتاه احساس ندامت و پشیمانی منو بهشون بگم و بگم که چقدر دوستشون داره چه زیبا خب دوستان با سپاس از اینکه امروز هم همراه ما بودید و با این امید که محبت و عشق واقعی عیسی مسیح رو بتونید در خونه هاتون برای هم رد و بدل کنید و تکیهگاه خوبی برای همدیگه باشید تا دیداری دیگر خدایا رو نگه داریتون. خدا همراه شما